اینه، اون چیزی که آماده کردی همون رستم حرف بزنه بهتره. رستم کیه؟ رستمی. آه این؟ من شما رو انتخاب کرده بودم برای که زود آدم رو حانه میکنی. خانم آخه این مقدمه که شما منو مجبور کردی بگم این میذاره تو ذوق آدما. میدونی چی میگم؟ شما اجازه بده من با زبون خودم با روش خودم وزیر پرزنت کنم میلیاردی برات بودجه بدم. وزیر چی؟ معاون وزیر. حالا هر کی میگه هر کی. بعدش هم بحران تو زندگی همه هستش. آلودگی هوا، زلزله، زیرساخت‌های شهری، تغییرات جوی، بفهم همین الان آفتاب بود دیگه نیستش. نیستش. مهم روش مقابله با این بحراناست که نیاز به آگاهی داره. بله. خب شما بفرمایید آگاهی نیاز به چی داره؟ شعور. آقا جان چی میگی تو همین وسط پلاسی بینزی؟ آگاهی نیاز به اطلاع رسانی داره، اطلاع رسانی نیاز به بودجه داره، بودجه هم نیاز به پرزنت داره. پرزنت تخصص منه. تموم شد رفت. آفرین. همین. خب من تلویزیون آشنا دارم، میتونم تفریح خوب بگم واسه تبلیغات. رستمی جان ببین امیری چه راحت گرفته خوابیده، استراحت کن دیگه داداش من. خانم جمشید من میگم الان تو همه جای دنیا دارن با نمایش و مانور پرزنت میکنن هم دیگه رو. خب اگه ما بتونیم یه مانور درست و بیرا بنزیم، من آخه وقتی بودجه نباشه ما چجوری مانور بدیم و حرکت بکنیم؟ باید یه چیزی باشه که بتونیم یه بودجه اساسی بگیریم. من هم همین رو میگم دیگه، شما نگران بودجهش نباشون، با من وزیر، با من وزیر نه معاون وزیر. هر کی حالا ولش کن، عصبانی نباش، راحت باش، نگران نباش خانم، بسپر به من. هفته دولت همشون اونجا حلش میکنن، بسپرش به من. السلام علیکم. برو جلو، برو جلو، باش صحبت کنن. بسته بسته چیه؟ برو جلو، من رو ردیفش میکنم. آره خوبه، همجا بسته. کجا تشریف میارید؟ با وزیر ملاقات داریم. وزیر نه معاون. کدوم معاون وزیر؟ سلام برادر، خسته نباشید. ما از اداره بحران تهرانیم، با معاون وزیر کشور جلسه داریم. لطف کن بده بالا ما بریم تو. خب چیه؟ بده بالا بریم تو دیگه، جلسه ضروریه راجع به بحران تهرانه. بده بالا. معاون وزیر رو همراهش نیم ساعت پیش رفتن. کجا رفتن؟ رفتن وزارتخونه. آقا این قشنگ معلومه داره میپیچونه، اینجوری نمیشه. من برم خودم تو یه سرگوش آب بدم ببینم وزیر هست یا نه. این تو سوپر موپر هست تا چیزی نمیخوای بخوری؟ آبی چیزی تعارف میکنی؟ بایستم لطف کنیم بفهمیم بیرون اینجا پارک نکنیم. ممنونتون میشم، مرسی. بفهم. دیدی گولشون رو نخوردن؟ اینا داشتن مانوف میدادن، میدونی؟ من به بودم جمسی دارا همه دنیا با مانوف داره پرزنت میکنه هم دیگر رو. باعث هم نکرده به هر هم امنیتی شده، وزیرم مالیده. باعث؟ کسی هموم عمومی نمیاد رسم احمد. الان خونه ها هم آبگرم دارن هم یه هموم مستقل. تازه من شدیدم بعضی از خونه ها دو تا هموم دارن، باورت میشه؟ مکسفر من مرده و تو زنده، اینجا کاری میکنم که جای سوزن انداختن نباشه، کاری میکنم که هیچ توریست بدون هموم رفتن
بر نگرده کشورش. توریست بیاد همون؟ دلت خوش است محمد؟ ببین اگه من این موامو تو همون سفید کردم میدونم اون شورویه، اون لهستانیه، اون انگلیسیه، اون آلمانیه رو چجوری بکشونم تو این همون. تمام چشماویا رو بیارم اینجا. تازه بعدش اینجا مکان توریستی میشه، وقت میتونم بلیتم بفروشم. توریست بیا اینجا چیزایی ببینه که تو شهر خودش نمیبینه. ولی اونجا همه چیز هست، استخر، سنا، اقیانوس آرام، آب و چیزاست. بله، ولی اونا در مقابل تونل زمان من هیچی نیستن. اتفاقا چند روز پیش من تو تلویزیون دیدم، میگو خارجی خشک و دوست داره، یعنی خشک و جای کبیری. حالا تونل زمان چی هست؟ تونل زمان من؟ معروفیت، شهرت، پول. همه ی دلاک های قدیمی رو استخدام میکنم، هر کی پاش میذاره اینجا انگار سوار ماشین زمانه شده باشه، میبرمش به 70-80 سال قبل. اینجا فقط تموم نمیشه، میشه یه مکان معنوی نوستالی. یه دیزی و نیم رو هم میذارم تو مناش. دیزی تو همون؟ گفرم تو چشم، چشم سرخ. سلام عظیم آقای گل. چه سلامی، چه علیکی آخه اوس محمد. خدا بد دنده، چی شد عظیم آقا؟ اومدم بانک، چک رو هوا دادی به من. چک؟ بله مرد حسابی، مگه من نگفتم چک نبر بانک؟ داری اذیت میکنی یا؟ اذیت چی مرد مومن؟ من چک رو خرجش کردم، اونم داده دست شرخر. نصف شب اومده در خونه دست از سر کچل من بر نمیداره. برو زیر دوش. اون غلط کرده، دست از سر کچل تو بر نمیداره. غلط کرده، مملکت قانون داره. ببین میخوام یه خبر خوش بهت بدم. ببین وضع من داره خوب میشه شکر خدا. همین الان کلی توریست تو همومه، چکت وصول میشه، پاس میشه، قشنگ برو به امون خدا. بابا کدوم امون خدا؟ تو یه مشتری هم تو همومت نمیاد. یه دونه مشتری؟ همین الان بلشو بیا هموم ببین چه اوضاع چجوریه. من اصلا وقت سرقاروندن ندارم. اینو نگاه کن، من همین الان از اون مشتری بلند شدم اومدم دارم با تو تلفنی صحبت میکنم. اصلا دستم کفیه. الو الو راحت شد، راحت شد. آبا زیاد مصرف نکن. الو جان، چاکرم اوست محمد. دهنی تو به من گوش کن ببین چی دارم بهت بگم. همین الان میری 7-8 تا خارجی جور میکنی میاری همون. خارجی؟ خارجی، فرنگی، توریست، هرچی جور کن بیار. من خارجی هم کجا گیر بیارم اوست محمد؟ مگه تو نمیگی من منو جور کنم قپی میاد؟ خب جور کن دیگه، من چه میدونم از کجا میخوای جور کنی. آخه به اوست محمد من گفتم، ولی الو اوست محمد. الو. عجب خارجی از کجا گیر بیارم؟ غلط کردم گفتم منو جور کنم. الو علی واسمی، حالت چطوره؟ خوبی؟ چه خبر؟ نوکر ببین یه 7-8 نفر خارجی میخوام. یعنی چی از کجا جور کنم بابا؟ همین سیای لشکمیاش که ماکسیمیلیانوسی، نمیدونم این مدار صف درجه یوزارسی نه کجا بودن؟ اون درو بابا. با کی پلال عربشی رو بازی کنم؟ اون سیاه. آره سیاه میخوام. اون درو واخو بابا. آره سیاه میخوام، بور میخوام، چشمابی میخوام. همین چه خبره؟ 50,000 تومان؟ نه بابا، برای کار خیر میخوام داداش. نوکر ببین ور نداری رفیق رفیقاتو رنگ کنی با زغال؟ اونو که بور کنی اینو ور بندازی به منو. ارتفاع زیاده، خب حادثه خبر نمی کنه، خطرناکه. دست منو نگاه کنید ببینید،
پس دیگه تکرار نمی‌کنم آقا، لباستون رو در میارید میندازین تو اون اتاق، از اینجا که رفتید پایین بعد این لنگارم می‌پوشید. خب تو که بدنت آماده است نشون بده چجوریه. بفرمایید. بله بوتیک نیستی که یه با پایین دیگه. به خدا مراعات سن و سالتی کردم تا حالا. من جای باباتم. منم همینو دارم میگم، به خدا اگه سفارش پدرم نبود تا حالا سالن عروسیش کرده بودم. خدا بیامرزتش، من 40 سالی تو این همون خیس خوردم، دلاک رو دست من بلند نشده. بابات بود و من و کف و یه صف مشتری. آخه اوست محمد، تو که یه دونه مشتری هم نداری چطوری میخوای چکتو پاس کنی؟ از کجا؟ از کجاش دیگه به تو هیچ ربطی نداره. و اما مشتری، من که اینجا نشستم دارم باهات صحبت میکنم، فکر میکنی الان چند تا مشتری خارجی زیر دوش بکن اوست محمد. نه خان، داریم با هم جدی صحبت میکنیم. اگه راست میگی بریم ببینیم. کجا من این باغ و وحش که بریم ببینیم؟ ببین اوست محمد، من تا با چش خودم نبینم باور نمیکنم دیگه. ده. اونا خارجی خوششون نمیاد که ما هم جو سرمونه مثل پایین بریم ببینیم. اونا ناراحت نمیشن، اونا خیابوناشون هم اینه تو همون میگردن. رو بنده های خدا اینجوری قضاوت نکن. خیلی خوب، بذار اول من برم همه هم کنم باشون. اونا مهمون هم باید مهمونداری کنیم، خوبیت نداره. اول بیا حجم آقا، قبل از اینکه این اجنبی ها رو بریم ببینیم، بیا اول بریم اون نمره ها رو بهت نشون بدم که چقدر خرجشون کردم. ما رفتیم لباسامون عوض کردیم، تو هنوز اون بالایی؟ بیا پایین و یخ زدیم. خب من ترس از ارتفاع دارم، حرف بزن. حالا میام. آقا چی شد؟ پس هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه، هیچ چیزی نمیگید، هیچ حرفی نمیزنید. هر کی هر چیزی از شما پرسید فقط به من نگاه میکنید. به کی؟ به من. چرا؟ چون مسئولیتتون با منه. با کی میری؟ با من. با کی میای؟ با من. چی کار میکنید؟ با من. کی هست؟ من. من نگفتم حرف بزن. بده من کلیدو. لباسا رو گذاشتی رو اتاق دیگه. دلم قفل کردی. خوبه. این از زمین فضوله. بره تو اتاق این لباس کارگریاتو ببینه لو میدیم. اصلا یه وضع میشه. آقا سلام. سلام. اینا خارجی هم؟ آره دیگه، اینا خارجی هم. شما نگاه کن، بنگلادشی، اندونزیایی، این سنگاپوریه، این که آفریقایی مشخصه. یه دونه دورگه داشتیم، کو دورگه؟ اینم دورگه آلمان و چین. دست بردارید، همه هم رفتید آسیایی آوردید. اگه تو یونسکویی هست رو علکی گیر میدی. خب خارجی خارجیه دیگه. شتوم آس دوچلند شفایستش او در دست فایستش نه. دوش دوش دوش. چی گفت چی گفت؟ دیگه چشم میسوزه، گفتم دوش بگی. Where are you from؟ آقا چرا از این سوال میپرسی؟ هر کی بپرسی؟ چرا اینو تحت فشار قرار میدی؟ آقا از من بپرسی؟ سوال داری از من؟ من چیزی نپرسیدم، دارم میگم اهل کجایی؟ همین دیگه، اهل کجایی؟ بیا الان به حالت چشایی نگاه کن، یعنی کره. کیم جون سونگ رو میشناسی؟ فوتبال کیم جون سونگ؟ من میشناسم، بازیکن کره جنوبی. چون خوب فارسی حرف میزنه. معلومه چون قوچانیه. تو به اون داری میگی؟ اینکه رفیقم امیر با هم اومده پیش بگیری. اسم محمد منو دست انداختی؟ الان نشونتو میدم. منو مسخره میکنی؟ واسه میگی. بس کن اینو بابا. آقا تو ده. اینو کره ای ام. هاتون سچ. اون گفت به تو از تو سوال پرسی، با تو حرف زد که میگه من منچستر فلانو میشناسم. به مظلومیتش نگاه کن جان. سلام. خیلی خوشی من گفت. این
ایشون 90 میلیون چک بی محل دست من داره. انصافا تو محل قصبی میشه مردم شست؟ ببین گرم سرم، من اینجا به مردم و مملکتم خدمت میکنم، دلار رو یورو وارد میکنم، وقت باید روزی هزار بار از طرف یه همچین آدم های جوالقی تهمت بشنون. این درسته تو رو خدا؟ مردمو که میشوید به کشور چه خدمتی میکنی پدر جان؟ دلار چی میگه این مثلا؟ دارن کار بین المللی میکنن عربا همشون. پسر میپرم یه دانی میزنم تو اون دهن تا تو هیچی شبیه حسن لنگی خدا بیامرز پدرت نیست. شاکی هستی سر جای خودش، احترام سن و سالشون نگه دار. من بی احترامی نکردم. من بی احترام سرش نمیشه. من بی احترامی نکردم. میگه کشور. باشه شما یه لحظه تشریف بیارید خودتون نگاه کنید تا بهتون بگم منظورش چی از کشور. تشریف بیارید. نجرم سرم خواهش برم. اونجا همون حریم خصوصیه، اونا اونجا لختن، توریستن، خارجیان، افت فرنگی پیدا میکنیم. خدای نکرده رابطه همون یه موقع قد بیشه. باشه عثمان محمد. یالا بفرمایید. بفرمایید. همینجور که داری کارتون انجام بدی به من گوش کنید. الان پلیس دم در، اصلا جای نگرانی نیست، اصلا جای ترس نیست. چرا؟ چون من اینجام، چون من مسئول شمام، چون من شما را بردم تو، خودم هم میبرمتون بیرون. فهمیدی؟ به من گوش کن دارم. ما اجازه نمیدیم که زحمات شما عزیزان نادیده گرفته بشه. شما راحت باش. من راحتم، دستم خوش شده. مجوز اقامتتون همه مجوز تو جیبی مونه. خب درش بیا. لباسامو دست اونه. لباساشونو بهشون بده. چشم. ولی میدونم باورش خیلی سخته، اما بدبختی اینه که لباساشون تو اتاقه، درم قفله، کلیدم تو چاهه. تو چاهه؟ تو چاهه. بله. بیا جمع کن بری. کجا بریم؟ اداره پلیس. من دیگه واسه چی باید بیام؟ توی بزمنجه من انداختی تو این درد سر. حالا میگه واسه چی میام؟ جمع کن، جمع کن تا اون رو بالا نیمده. آقا عثمان من اگه بگم کار خیلی خیلی واجب دارم. بیا بیا بابا. تو باور میکنی؟ نمیکنی دیگه. به جان آسیه خانم اون آصفه کار واجب دارم. تولد رئیسم رو میرم برمیگردم. ببین اگه یه دفعه دیگه اسم بچهای منو بیاری یا میدم دستی سرویس کار. تروریستی در تهران قصد انجام عملیات تروریستی داشتند که به گفته مدیر کل ضد تروریستی وزارت اطلاعات عوامل یکی از این گروه ها قبل از هر گونه اقدامی دستگیر شدند. گروه دوم اما در پوشش زنانه و از درب ملاقات مردمی وارد ساختمان اداری مجلس محل دفتر نمایندگان شدند که پس از گرفتار شدن در حلقه ماموران امنیتی و فرار به طبقه چهارم ساختمان به هلاکت رسیدند. گروه دیگری هم که قصد انجام عملیات تروریستی در حرم امام خمینی را داشتند در محوطه اطراف حرم با واکنش به موقع ماموران کشته شدند یا خود را منفجر کردند. در این دو حادثه تروریستی متاسفانه 12 نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و 42 نفر هم مجروح شدند. گروه تروریستی داعش کریم آقا کجایی؟ تروریستی را بر عهده گرفت. چرا نگهبانی خالیه؟ بیشتر این حادثه در گزارش پورهاجی. ساعت 10 صبح امروز بود. مگه نگفته بودم نگهبانی نباید خالی باشه؟ ملاقات‌های مردمی مجلس شدند. توبیختون میکنم. به مردمی که برای دیدار با نمایندگان خودشان به مجلس آمده بودند اقدام کردند. این افراد با لباس زنانه یعنی در واقع با پوشش وارد شده بودند. 4 نفر بودند از همون دم درب ورودی طبق اطلاعاتی که داریم با اسلحه شلیک کردند و به سمت محافظ بودند.
چرا اتاق من اینجوری کردیم؟ عروسیه؟ فکر کردم داعش حمله کردیم. خانم داعش چیه؟ شما عزیز همه مایی، شما عزیزتون بیشتر از این حرفا. خیلی ممنون، ولی این دفعه خواستین کسی رو سورپرایز کنی یه ذره یواشتر. به خدا خانم، ما میخواستیم پشت تلفن بهتون بگیم، اینا زدن تو دهن ما. خانم رضاپور شرمنده، ببخشید مصده اوقات وقتتونم میشم. گفتم اگه محبت بفرمایید چند کلمه از من راجبش باهاتون صحبت کنم. آقا اسماعیل میبینی حالشون خوب نیست، بعد استراحت کنن. زود بگو حرفتون. خانم رضاپور، خدا وکیلی همه ما مدیون شما هست. تو این اوضاعی بیکاری اگر شما نبودید ما سر به بیابون میگذاشتیم. امثال شما اگه نباشن دودمان ما به باد. میگم حالشون خوب نیست، بعد استراحت کنن. حرفتو سو تموم کن دیگه. اینا رو گفتم که تهش ان شاء الله 100 سال زنده باشین، سایه‌تون بالا سر ما و کارخونه رادین باشه. چرا نصف نیمه حرفاتو میزنی؟ خودتو سانسور نکن. پدر بزرگ من تو کودتای 32 مجروح شد، پدرم تو انقلاب، دباد برای شما، برادرم تو دفاع مقدس، آخش جدم تو دوران مشروطه عمر شد به شما. خودم هم که الان میبینید این وضعیت همه. شما جانبازی خانم، یادتون رفته داشته زو بازی میکرده، لنگشو کشیدم پاش اینجوری شده. خانم تولدتون مبارک بشه، ولی باید خدمتون عرض کنم توی چند ماهه شما کلن یه جورایی شدی. حرفتو بگو. حرفمو بگم که اخراجم میکنی؟ اگر نگی اخراجت میکنن. خانم لب مطلب اینه که ما ناراحتیم. ما اینجا آدم های معمولی نیستیم. همه آمال و آرزوامونو گذاشتیم اومدیم تا این کارخونه داریم کار میکنیم. 3 ماه ما داریم درخواست وام میدیم، همش رد میشه. خانم ما وام لازمی. من الان جهیزه دخترم همینجوری مونده رو هوا. دامادمو شبا باید با دگنگ از خونه بیرون کنم. دیگه چی؟ هیچ، همین. تا حالا شده قبل از اول ماه حقوقت نگرفته باشی؟ خانم حقوق چیه؟ شما از قیمت دلار و سکه امروز تو بازار خبر دارین؟ ما رو قول شما حساب میکنیم. دختر من همیشه بلا تکلیف وام جهیزیه است. خانم الان کسی که توی اتاق نیست، لطف کنید حداقل مشکل منو حل کنید. من به شما قول میدم که بین خودمون بمونه. شما هم قول بدین که به کسی چیزی نگین. توی اتاق بین خودمون دوتا محرم بمونه. شما میدونین که الان وضعیت کارخونه چطوریه؟ چشم، مشکلات حل شد، من به شما وام میدم. 300,000 تومان داریم بدین کیک بخرین، ولی ندارین 4 تومان وام وامونده منو به من بدین. 300,000 تومان کیک؟ بله. نه خاله چی میگی؟ کیکو خودمون درست کردیم. خودن نخن، کیکو من خودم درست کردم. تازه هر کیم دونگ خودشو پرداخت کرده. 300 تومن هم نشده خاله، 170,000 تومان. شما مثل که دونگ تو پرداخت نکردی که بی خبر. یا پرداخت میکنم، طلبتون باشه. از نظر مالی که میدونیم وضع ما خوب نیست، نمیتونیم هم کمک های نقدی از بهزیستی بگیریم. به جاش ناچار هستیم چیزهایی رو بگیریم که نیاز داریم، مثل سمعک، مثل ویلچر و غیره. هم واسه اونا خوبه، هم برای ما خوبه. از همین حالا هر کس هر چی نیاز داره بنویسه بدیم به ریحانه، اونم میده به من، من رسیدگی میکنم. این مسئله رو خواستم فردا بگم ولی امروز گفتم. یا الله یا الله. خانمای محترم یه لحظه رو تو کنین سمت دیوار، اینا لباس تنشون نیست. ممنونم. خانم با شما ما؟ مرسی. بیارنش.
از موقعیت یاسین مقداد آقا درب اتاق حمام شکسته شده، بچه هم تونستن لباس رو پیدا کنن. کمتر از 20 دقیقه دیگه خدمت میرسیم. بابا آخه چطوری تونستی این هم مشکل رو یه تنه درست کنی؟ مگه میشه؟ آسف جون. بله عزیز من، قربونت برم، من یه عمر تو رو به دندون گرفتم، بزرگت کردم که الان این یه نرخر جلو یارو از این حرف با من بزنی. جناب سرنگ، اونی که همدست بابام بود کنون گوری رفت. درست صحبت کنید، اداره پلیس اینجا. راست میگی سرکار، به برکت همون تمام این کارا زیر سر همون منوچهر است. اون الان باید اینجا باشه، منوچهر گور به گور شده. بابا چرا نیست اینجا؟ بفرمایید. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. بفرمایید. چشم. آقای منوچهر شانه به سر، بله. من شانه بسرم، خانم رضاپور، باور کنید من تمام تلاشمو کردم که تو تولد شما باشم، من تا یه مشکلی برام پیش اومد ولی دنگمو به کل جعفر دادم. خیالتون راحت. آقای شانه بسر. بله. اتفاق افتاده خانم؟ نه. فامیلی جالبی داریم. ها؟ آره جالبه. البته ما هدهد بودیم، من تا سر یه دعوای قبیله خانوادگی ریختیم با هم، جدمون خیلی زودش اومد گفت ما بشیم شانه بسر، بهتره حالا داستانش طولانی بره. دستتون چی شده؟ اتفاق افتاده خانم. شما چرا هر سوال با یه سوال جواب میدی؟ نه من منظورم اینه که من تو پرونده پزشکی نوشتم که این دست خوش شده برگرفتگی. آخه من فوتبال داربی بود، رفتم بالا پشتمون که آنتن عوض کنم، بارون اومد و اینا، دستم گره به سیم چاوبر، خدا رو شکر با فیزیوتراپی یه دونش رو این الان برگردوندیم. حالا این ستای دیگه هم خدا بزرگه. ولی پاهاتون سالمه. خب بله بله، خداوند به هم پا داده مثل آهو. پس ویلچر برقی برای چی بخوای؟ برای اینه خانم، اینو از اول بگی، من به خودم فشار نیارم، من اینو برای پدر خانمم میخوام، چون پدر خانمم دیسک کمر داره، نمیتونه زیاد سر پا باشه. برای پدر خانم اینجا نمیشه مجردین. عجب. بله من اون زمانی که اینو پر کردم بودم، ولی الانم هستم، منتها دیگه نمیخوام. سلام. ولی الان اگه بشه میخوام ایشون ازدواج کنم. بفرمایید سر کارتون آقای شانه بسر. چشم چشم. بازم ببخشید من تو تولد شما حضور نداشتم، خیلی دوست داشتم. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ خسته نباشید. خانم مهربانش، شما چرا تقاضای هیچی نکردی؟ تقاضای چیزی نکردی؟ دادم. یا با همین فهمه مصممت بیا جلو بود. بیا جلو نه. بابا میگم مستقیم بیا جلو. آه خوبه خوبه. بایسا. حالا بشکن. کامل بشکن. کامل بشکن. 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 با تبیا. با تبیا. با... آقا. بابا برم کن، مگه من فردا جام. خدا نکنه اوست نامد عزیزم، اینا همه از گلدونه همه رو میزنم جام. این دست فرمونه دیگه، باید تمرین کنی یاد بگیری. بعدش هم شما مگه دیس نداری؟ هر موقع مشکلی برای پیش اومد میشین روش با یه دکمه این ورون ور میدی دیگه. و سلام. آخه من نفهم این همه تشکیلات با یه دکمه. ببین اینم فرمونشه، اینم بابا ببین هر موقع نشستی روش یاد من بیا فوش من. ببین جون دم کلکیه. چرا قربون تو دستات بگیر نگیر داره، یه روز خوش میشه یه روز شل میشه، قضیه چیه؟ خودم هم خسته شدم، یه روزی میگیره یه روزی بل میکنه، الان بل کرده. بیا این خوبه. بیا منوش چون بعد کارت میخوام با اون تنها باشم. برای چی؟ میخوام خصوصی حرف بزنم. من نمیشنم، راحت باش. میگم میخوام تنها باشم با بابام. آقا من هنوز توضیحات کامل به این بنده خدا ندادم، ببین چه گندی بالا زده. منو شرطا سه میشورم، نرفته باشی خودت میدونی اون روز سگم بالا میاد. عجب. یک دو جانم جان. آخه پدر من رو چه حسابی رفتی 90 میلیون چک دادی اصلا یارو عظیمیه؟ آره کنار علیل که نیستم، کار میکنم، زحمت میکشم، بدهیمو میدم، یه عمر مردم دلالگی کردم که یه روزی
خودم حموم دار بشم. چی چیو میخوام حموم خودم رو داشته باشم، کار کنم. شما 20 دقیقه توان نداری سرپا بسی، قربونت برم. اونش به تو ربطی نداره. وقتی تو نمیتونی بابا تو نگهداری کنی ها، اصلا به تو هیچ ربطی نداره. حرف زیادی هم نزن. گوش میکنی چی میگم؟ بفا. الو داداش چی شد؟ شیری یا روبا؟ چقدر؟ دمت گرم جور کردی؟ یه تومن؟ داداش من میگم 10 تومن گیرم، یه تومن به دردم نمیخوره. نه من 2 ماهه بهت بر میگردونم، باور کن. میگم اه داداش شما رو نمیشناسی، من که من سرم به بولم داداش. ببین 5 تومن من جور کن جانم. خدافظ. به شما هم باید بگم آقا آصف، مردم میان اینجا ریلکس کنن که آروم شن. اون وقت تو یه دقیقه بیا. ببخشی باشد داداش، منو درک کن. من نمیتونم این موقعیت از دست بدم، جای دوری نمیره، با من راه بیا. تو هنوز نمیدونی جایی که یکی اومده ریلکس کنه تلفن منو. میدونم. چه راهی بیا داداش، من میفهمم تلفنی حرف زدن که من کسی که داره ریلکس کنه کار قشنگی نیست. کی به من که دیگه نگو، من خودم دورش دیدم. ولی عزیز دلم با نامزدم که حرف نمیزدم، من داشتم پول تو رو جور میکردم راست برم. ببین فرهادی بهترین بود، ولی من انداختمش بیرون. چرا؟ چه میدونم؟ چون اصول خودم رو داشتم، چون اخلاق حرف اول رو اینجا میزنه. فرهادی بی اخلاقی کرد با اون مشتری. حالا برش کن وارد جزئیات نشو. منو با فرهادی مقایسه نکن ها. من اگه بخوامم نمیتونم اون بی اخلاقی که فرهادی کرده بکنم. من اصلا بلد نیستم. آفرین. واسه همینه که الان اینجای داداش من خواستم نون بیاد سر سفره. ولی راجع به مسئله مادی هیچ بحثی نکن. قیمت کف دادم بهت. 10 تومن واسه یه سال نقد. نقد؟ نه حالا خود دانی. خیلی خب، حداقل شوهرش نره بسیارم برم پول جور کنم. اگه تا فردا زور پولت آماده بود که بود، اگه نه عروسش کردم رفته. ببین عظیم جان، عظیمی، حالا هرچی تو حق داری که با حرفای پدر من قوت قلب نگیری، حرفای خود من گوش کن. ببین برادر من اگه 2 تا مشتری رو بیارم ماساژ بدم، اونا هر کدوم میرن 2 تا مشتری دیگه به خودشون میارن، زیر شاخه خودشون قرار میگیره. بعد اون 2 تا دیگه میرن 2 تا دیگه میارن، همینجوری 2 تا 2 تا 2 تا 2 تا میرن تو زیر شاخه هم دیگه قرار میگیرن. خب که خب، تساوی مشتری ها میرن بالا و از اون توپ میشه. موقع اگه خواستی شاید با شراکت کرد. برو ببینیم بابا، مردم پول ندارن نون بخورن بیان ماساژ. یه حرفایی میزنید شما پدر و پسر که آدم آتیش میگیره. حرف نزن، گوش کن. گوش کن. امروز روز ماساژ یه علمه، عین پزشکی. مگه مریض میتونه دکتر نره؟ نه. میخوام بهت آمار بدم 10% مردم الان دیسک دارن، چقدر مفصلشون درد میکنه، چقدرشون خستن. عظیم، ملت خستن. ملت که خستن کجاات برن چیکار بکنن خستگیشون دره؟ بیا ماساژ دیگه. تو مو میبینی من پیچش مو. آقا فرض که حرفای تو درست، شما که پول نداری تخت بخری چه کار میخوای کنی؟ بهت میگم به من اعتماد نداری میگی نه. من رفتم با بدبختی 10 میلیون جوری کردم بدم پول پیش تخت. پول نباشه یعنی تخت پر، تخت نباشه یعنی ماساژ پر، ماساژ نباشه یعنی من بدهیمو به تو نمیتونم بدم، بدهیمو ندم یعنی روز محمد پر. اینا زنجیروار و هم وصله، میدونی؟ ما گوشمون پر از حرفاست رفیق. به جای قصه ها شما همینجور که تونستی اینو جور کنی بقیهش هم میتونی جور کنی. حساب شما 90 تومن موند 80 تومن. اون مستراس عظیم، اون برو در خروج. عظیمی، خداحافظ. هویت عناصر تروریستی حوادث دیروز تهران رو اعلام کرد. متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است. به اطلاع ملت شریف ایران میرساند در پی رسانه‌های اطلاعاتی صورت گرفته. قصه چی رو می‌خوری؟ من که هنوز زنده‌ام. آدی نمی‌مرم. دادم آد. حالا جان خودت، چشات خسته است. دادم.
دوبا ده ویدیو دور داد دو بدیه بوده دور داده ده داد بیدوده بیده 10 میلیون جور کرد داد گفت بقیهش هم جور میکنه میده از کجا؟ آداد دید ده دوبا ده به داده بود ده داد داد 10 تومن لب تاخچه رو داد به عظیمی؟ وای فسیلهای انفجاری هم که از مجلس آمد منفجر شدن یک نارنجک بود در دست یک تروریست در حرم امام هم 2 تروریست به هلاکت رسیدند یکی جلیقه خود را منفجر کرد و یکی هم به دست ماموران امنیت به هلاکت رسید و بالاخره کارنامه این پازل بزرگ تروریستی در ایران بسته شد دمشان گرم